السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به برنامه همراه با کاروان نماز خوش آمدید. در این برنامه به اذن پروردگار کیفیت نماز جنازه را یاد خواهید گرفت. نماز جنازه فرض کفایه است، یعنی اگر افرادی آن را بخوانند از دیگران ساقط می شود. نماز جنازه دارای اجر فراوان است برای نمازگزاران و شفاعت کنندگان در حق مردگان. طبق حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که می فرماید هیچ شخص مسلمانی نیست که بمیرد و 40 مردی که هیچ شرکی را به خدا نیاورده اند بر جنازه اش نماز بخوانند، خداوند شفاعت آنها را در مورد وی می پذیرد. تشییع نمودن و نماز خواندن بر میت فضیلت بزرگی دارد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید آن که از روی ایمان و به طلب رضای پروردگار جنازه مسلمانی را همراهی کند و با او باشد تا اینکه نماز بر وی خوانده شود و از به خاک سپردن وی فارغ گردد، او با 2 قیراط اجر و ثواب باز می گردد که هر قیراط به اندازه کوه احد است. و کسی که بر وی نماز خوانده و قبل از این که به خاک سپرده شود بازگردد، همانا همراه با 1 قیراط اجر باز می گردد. بهتر این است که بر جنازه در مکانی آماده برای نماز جنازه نماز بخوانند و احیانا خواندن نماز در مسجد هم بر جنازه جایز است و کسی که به نماز جنازه نرسید، سنت است که بر سر قبر او بر او نماز جنازه بخواند. طبق حدیث ابو هریره رضی الله عنه که روایت می کند مردی سیاه‌چهره یا زنی سیاه‌چهره بود که مسجد را نظافت می کرد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آن مرد یا آن زن را نیافت. از احوال او پرسید، گفتند مرده است. فرمود آزرده خاطر شدم، چرا مرا آگاه نکردید؟ سپس فرمود قبرش را به من نشان دهید. سپس بر قبر آن شخص رفت و بر او نماز گزارد. سنت است که جنازه در بین امام و قبله گذاشته شود و امام اگر میت مرد بود مقابل سر میت بیستد و اگر میت زن بود مقابل آرنج آن زن میت بیستد. در ضمن اشکالی ندارد که سر میت در سمت راست یا چپ امام باشد، برخلاف تصور بعضی از مردم که فکر می کنند سر میت حتما در سمت راست امام باشد. سنت است که صف نماز جنازه 3 صف یا بیشتر باشد، حتی اگر تعداد نمازگزاران کم باشد. بهتر است 3 صف تشکیل شود، اگرچه صفهای اول و دوم کامل نشده باشد، چون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نماز جنازه خواندند با 7 نفر، سپس 3 صف تشکیل دادند. در صف اول 3 نفر، در صف دوم 2 نفر و در صف سوم هم 2 نفر. اگر 1 صف هم تشکیل شود و بر جنازه نماز بخوانند اشکالی ندارد. بهتر از صف نماز میت همانند صف نمازهای 5 گانه باشد و نیازی نیست که صفها نزدیک به هم بسته شود. نماز جنازه دارای 4 تکبیر است، بدون رکوع، سجود، اذان و اقامه. در تکبیر اول بعد از اعوذ بالله گفتن سوره فاتحه خوانده می شود به صورت آهسته. در تکبیر دوم بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درود می فرستند و می گویند اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
انک حمید مجید. در تکبیر سوم برای میت با نهایت اخلاص دعا می کند با آنچه از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده است و می گوید اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب النار. ودر مورد ميت زن بجای ضمیر هو مذکر از ضمیر های مؤنث استفاده می شود، یعنی به جای اللهم اغفر له می گوییم اللهم اغفر له. و اگر میت طفلی بوده که از دنیا رفته، اول همان دعای قبلی را می خوانند، سپس می گوید اللهم اجعله لنا سلفا و فرطا و اجرا و دخرا. سپس تکبیر چهارم می گوید و مدتی سکوت می کند و سلام اولی را می گوید و اگر سلام دومی را نگوید اشکالی ندارد. در موقع تشییع جنازه خطاهایی رخ می دهد که شایسته است که مسلمان واقعی از این اشتباهات پرهیز نماید. 1. نوحه خوانی بر میت درست نیست، چون مرگ قانون الهی بر همه موجودات است. پس در موقع مصیبت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما را به صبر سفارش نمودند و از نوح خانی و زدن به سر و صورت و پاره نمودن گریبان و حرفهای جاهلی زدن منع فرمودند، اما گریه نمودن به صورت آهسته و اشک ریختن اشکالی ندارد. 2. بعضی ها فکر می کنند که خواندن نماز میت فقط مخصوص مرد هاست، در حالی که اگر زنها بخواهند بر میت نماز بخوانند اشکالی ندارد و می توانند در جایی که ممکن باشد بر میت نماز میت بخوانند، چون تعداد دعا کننده ها هرچه بیشتر باشد به نفع میت است. پس خواهران گرامی سعی کنند نماز میت را بیاموزند. 3. در موقع بلند نمودن جنازه افرادی با صدای بلند الله اکبر یا لا اله الا الله می گویند. این کار صحیح نمی باشد، بلکه در موقع تشییع جنازه طبق سنت باید سکوت شود و در سکوت مطلق همه تفکر نمایند، چون در تشییع جنازه مرد بهترین سخنران است. 4. بهتر است در موقع غسل دادن و کفن و دفن میت اقوام نزدیک میت این کار را به عهده بگیرند. 5. سنت است که میت با شتاب تشییع شود و در دفن میت تأخیر صورت نگیرد. 6. بعد از دفن میت خواندن چیزی به نام تلقین و گذاشتن چیزی از برگ درخت خرما یا هر چیز دیگری بر قبر صحیح نمی باشد. 7. قبر میت بیشتر از یک یا دو وجب از زمین بلندتر نباشد و گچکاری و ساختن بنا بر روی قبر درست نمی باشد. 8. قبر میت خانه اوست و راه رفتن و یا پا گذاشتن بر روی قبر صحیح نمی باشد. اینها مهمترین احکام نماز جنازه بود. خداوند همه ما و شما و مردگانمان را غریق رحمت خیش بگرداند. آمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.